بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با عرض معذرت از این اشکال فنی که پیش اومد، در جلسات گذشته رسیدیم به آیه 12 از سوره شریفه انعام. اول آیه را بشنویم از 10 تا 12 و بعد از اون ترجمه شعریش را و بعد از اون تفسیرش را طبق معمول این برنامه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. که پیغمبران را از این پیشتر تمسخر نمودند، زین بیشتر سرانجام هم کیفر کار زشت ببینند آن ملت بد سرشت. بشنوید ای روز خانان، ای مسخر کنندگان ازواج و اتباع رسول، بگو ای پیامبر به سیر و سفر نمایید خاک زمین را نظر، ببینید تا عاقبت آن امم که پیوسته رفتند راه ستم، چگونه کشیدند فرجام کار، بگشتند بر قهر ایزد دوچار. بپرس ای پیامبر، مگر زانی کیست زمین و سماوات و هر هست و نیست؟ زان خدا الله هست یا زان امام؟ ولایت از آن خداوند است یا از آن امام خدا شده که به دست نائب امام برسه؟ بگو از خدای است گردون و ارد که برخیش رحمت نمود است فرض. شما را کند جمع یک تا اله به روزی که بیشک بیاید زرا. ولی آن کسانی که در این جهان فکندند خود را به شر و زیان، کارشون روزخانیه، گلمالیه، سب و شتمه و بقیه شرک بازی ها. بگو از خدای است گردون و ارد، نه از امام، نه از بشر، که برخیش رحمت نمود است فرض. شما را کند جمع یک تا اله به روزی که بیشک بیاید زرا. ولی آن کسانی که در این جهان فکندند خود را به شر و زیان، ندارند باور به دل رستخیز، نگردند مؤمن بر آن روز نیست. اینجا خداوند جل جلاله و امن و علوه منکران را، معاندان را دعوت میکنه که از سرنوشت پیشینیان عبرت بگیرید، از هلاکتشون، از نابودیشون. اونهایی که پیغمبران را مسخره میکردند، تکذیبشون میکردند، ببینید که گذشتگانشون و خودشون چگونه هلاک شدند. برید رو زمین بگردید و سنت خدا را راجع به مستهزئان و تکذیب کنندگان تماشا کنید.
بعد از اینکه فرمود که اینها استهزا کنندگان تعنت کردند، عناد کردند، اینکه این پیشنهادهایی که میدادند از سر جهالت بود که آقای فرشته از آسمان بیار و چکار کن و چنین کن، و همین که خداوند دعوتشون استجابت نکرد، اینم رحمت خداوند و حلم و بردباری او بر اینها بود. همه اینها دو مقصد درش هست. اول اینکه رسول الله بشره، از اعراض قومش، اینکه مسخره بکنن دعوت خدا را، دلش میگیره. خداوند میاد اونجا اینجا تسلی بهش میده که از عناد و تکذیب قوم خودت ناراحت نشو، قلبشو مطمئن میکنه، قلب او را و قلب کسانی را که تا قیامت به راه او دعوت میکنند، پیروان راستینش را، موحدان را، تا سنت خداوند را راجع به تکذیب کنندگان و استهزا کنندگان دعوت توحید، دعوت انبیا ببینند. بعد بهش دلگرمی بده که این اعراض، این تکذیب ها، این مسخره کردن ها در مقابل حق و حقیقت چیز جدیدی در تاریخ انبیا نیست، در تاریخ کسانی که مردم به توحید دعوت میکردن نیست. همه پیغمبران پیشین دچار این مشکلات میشدن و در مقابل همه استهزا کنندگان و مسخره کنندگان عذر میخوام مسخره کنندگان دچار عذاب میشدن. حق بر باطل غلبه میکرد در نهایت. در نهایت حق پیروز می شود. و مثال زدم براتون چه مذاهبی، چه دولت هایی، چه ادیانی با اسلام جنگیدند، اونها رفتند، اسلام باقی است. پس هدف از ذکر این مطالب دو چیزه، یکی این که ذکر کردم، دومی که قلب و فطرت استهزا کنندگان و بخصوص از عرب مخاطب قرار میده که از هلاک شدن پیشینیانتون سر عبرت بگیرید، اگر نه شما هم سر دوچار هم سرنوشت خواهید شد. خداوند نسل های قبلی رو که از اونا قوی تر بودن، قدرت بیشتری داشتن، مال بیشتری داشتن، ثروت بیشتری داشتن، هلاک کرد وقتی که تکذیب کردن. ولذا این وقایع را که میاره، دلهایی که درش اندکی آگاهی باشه از این وقایع ترسناک بیم میگیره. ولذا قرآن قل سیروا فی الارض میفرماد که در زمین بگردید، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، دوباره بنگرید که عاقبت و سرانجام تکذیب کنندگان چه شد. در زمین گشتن به خاطر کنجکاوی، به خاطر تدبر، به خاطر عبرت گرفتن، به خاطر اینکه قوانین خدا را که در حوادث نهفته، در وقایع نهفته شده، در آثار مشخصی هست، در تاریخ هست، در سرزمین خودشون، در میان اقوام خودشون، به این نحو برای چنین هدفی، برای عبرت گرفتن، اینکه فلسفه تاریخ رو بدونید، فلسفه قوانین خدا رو بدونید، اینها همه بر عرب تازگی داشت. ولذا شما توجه فرمایید که دین خداوند، دین ربانی چطور اونها رو از جاهلیتی که این چیزا اصلا نمی فهمیدن به کجا منتقل کرد.
در میدان فکر، در میدان اندیشه، در میدان معرفت، در میدان شناخت. اونا در زمین میگشتن، بر تجارت میرفتن، برای زندگی، برای کار، برای شکار، برای چرانیدن گوسفندانشون. اما این که بر اساس یک برنامه تربیتی، بر اساس اینکه از حوادث عبرت بگیرن، بر اساس فلسفه تاریخ، این برایشون خیلی تازگی داشت. اینه که این دین جدید، این دعوت جدید، به قول بعضی از اهل علم، اونها را از درهای جاهلیت برداشت، به اوج عظمت رسوند. هرگز تصورشون نمی کردن. تفسیر تاریخ انسانی رو به این شکلی که قرآن داره به اونا یاد میده، بر اساس سنت های پی در پی، بر اساس قوانین پی در پی، که چطوری در آثار و گذشتگان هستش و مردم میتونن اونا رو ملاحظه بکنن، از مقدمات میتونن به نتایج برسن، اینا همه در تفسیر تاریخ بر اونها جدید بود، بلکه بر عقل بشری جدید بود، بر دانش بشری تا اون زمان جدید بود. اندکثر چیزی که از تاریخ روایت میشد این که اخبار گذشتگان نوشته میشد یا خونده میشد، اما اینکه بیاید تحلیل کنید، بین مقدمات رو با نتایج بسنجید، بر اساس اینا عبرت بگیرید، اینو قرآن بود که برای اولین بار بشر رو به این افق منتقل کرد. فلسفه تاریخ شناسی رو بهشون یاد داد، فلسفه تاریخ رو بهشون یاد داد که تاریخ عبارت یک سری قوانینه و اینجاست که تاریخ انسانی رو میشد تفسیر درستی کرد با این دیدگاه جدید. و نتیجه این شد که بعدها افرادی مثل ابن خلدون با تفکر در سنن و قوانین قرآنی مؤسس علم فلسفه تاریخ و جامعه شناسی شدند برای اولین بار. و اینه که چنین نگرشی است که محمد اقبال لاهوری، مولانا دکتر محمد اقبال لاهوری، شاعر زبردست قاره هند، اونو وامی داره چون چکامهی به سرایه که تو همی دانی که آیین تو چیست، زیر گردون سر تمکین تو چیست، آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نسخه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات، حرف او را ریب نه تبدیل نه، آیه شرمنده تأویل نه، پخته تر سودای خام از زور او، در فتت با سنگ جام از زور او، می برد پایبند و آزاد آورد، سید بندان را به فریاد آورد، نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین، ارج میگیرد از او نا ارجمند، بنده را از سجده سازد سر بلند. شاهد اینجاست، رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند، دشت پیمایان ز تاب یک چراغ، صد تجلی از علوم اندر دماغ، دشت پیمایان زتاب یک چراغ، چراغ قرآن، صد تجلی از علوم اندر دماغ، آنکه دوش کوه بارش بر نتافت، سطوت او زهره گردون شتافت، بنگران سرمایه آمال ما، گنجدن در سینه اطفال ما. آخوند میگه بچه قنداقی به نام امام زمان بردش با خودش تو چاپ پنهانش کرده، دنبال او میگرده، مثل برادر صهیونیستش که دنبال تورات میگرده. و کسانی که ملاحظه تاریخ میکنن
به این شگفتی میفتند که چطوری عرب در ظرف 25 سال بعد از عهد رسالت محمدی این چنین دگرگون شد. یا همراه با رسالت نبی 23 سال و بعد از اون و اینجا که اونطور که چپ ها میگن که همه چیز رو بر اقتصاد میدونن، تحول اقتصادی صورت نگرفت. لیکن اگر راز این دین رو بفهمند، راز این عقیده رو بفهمند، تعجبشون به فهم و بدل میشه، دیگه تعجب نخواهند کرد. راز دین را که محمد ابن عبدالله علیه السلام از پیش خداوند آگاه و خبیر آورده، معجزه در اینجاست، در این دینه، در این روشه، در این عقیده که اونها دنبال خدایان زورکی خود درست کردن به نام مادیون رو میگم، به نام خدای اقتصاد رو نمیدونم، که تفسیر تاریخ رو بر اساس اقتصاد میکنن. ولی در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در جزیره العرب چه تغییر اقتصادی رخ داد؟ هیچ. این تغییر اقتصادی باعث نشد که این چنین جامعه تغییر کنه. همه اینها در کمتر از ربع قرن در عهد رسالت محمدی، لیکن تصورات اعتقادی عوض شد، نظام جامعه عوض شد، فکر عوض شد، ارزش‌های اخلاقی عوض شد. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. جد التفات به این نقطه میکنه که به زمین بچرخید، در زمین بگردید، ببینید که سرانجام تکذیب کنندگان چه شد. قبل از اونم فرموده بود که الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن، آیا قبل از شما نسلهای متعددی را که از شما قوی تر بودن، قدرت بیشتری داشتن، جویها در پیششون جاری بود، نرها در پیششون بود، بارانها برشون می آمد، فاهلکناهم بذنوبهم، به خاطر گناهانشون وقتی نعمت ها را فراموش کردند به خود سپرده شدند، و هلکناهم بذنوبهم، به گناهانشون اونا را هلاک کردیم، و انشأنا من بعدهم قرون قرنان آخرین، بعد از اونها نسل دیگری آفریدیم. این نگرش از تاریخ بر فکر بشری تازه و لذا اینجا میاد حقیقت الوهیت رو بیان میکنه. حقیقت از خلال چی؟ از اینکه ملک آسمان ها و زمین از آن خداونده، ولایت رو به خداوند میده، به امام ها و به بشر و مخلوقات نمیده. این حرف رو که میزنه بعد از اینکه از تکذیبشون، از اعراضشون، از مسخره کردنشون، از استهزاءشون حرف زد، بعد که توجه میده مواظب باشید اونایی که تکذیب کردن چه بر سرشون اومد. اینجا میاد حقیقت الوهیت خدا رو ذکر میکنه، اونم در مجال این کون پهناور، در مجال انسانی و همچنین در مجال های متعدد. و اولا حقیقت الوهیت خدا رو در این نمایان میکنه که خلقت آسمان ها و زمین از آن خداونده، خلقت نور و روشنایی و تاریکی از آن خداونده، انسان رو از خاک ایجاد کرده، براش اجل معینی قرار داده بر عمرش، بعد اونو مبعوث میکنه، میمیرد و دوباره برانگیخته میشه، بعد دوباره تکیه میکنه که الوهیت و مدیریت و تدبیر آسمان ها و زمین از آن خداونده، اوست که تنها به سر مردم آگاهه، چه بلند صحبت کن چه یواش صحبت کنن، اوست که به عمل کردشون تنها اوست که آگاهه. همه اینا رو چرا ذکر میکنه؟ به خاطر تأیید نظریه های لاهوتی و
فلسفی و اینا نیستش، به خاطر مذاهب کلامی نیست. همه اینها رو ذکر میکنه تا پیامدهای این حقایق در زندگی انسان مشخص بشه، اینکه کاملا تسلیم خدا بشه، اینکه کاملا موحد بشه، هیچ کسی رو با خدا شریک نکنه، به این وحدانیت نه پیغمبری را شریک بکنه، نه بزرگی را، نه امامی را، نه کوچکی را، هیچ کسی را. اینکه خدا بودن، الوهیت، خدایی در تمام شؤونات هستی، در تمام شؤونات زندگی انسان، در سر و در علن همه از آن خداونده، نه از کسان دیگه. و همه مشرکان این صفات و بزرگانشون میدن و نتیجه این چی میشه؟ استسلام کامل، تسلیم شدن کامل به حاکمیت خدا، به حاکمیت خداوند در تمام شؤونشون، همچون کل این کائنات تسلیمه. پس اینجا هدف هم مثل همه آیات قرآن ابراز توحید خداونده، ابراز الوهیت خداونده. نمود این الوهیت چیه؟ این که مملکت از آن اوست، فاعل اوست، ولایت از آن اوست، تدبیر از آن اوست، رزق و کفالت از آن اوست، قدرت و قهر و جبروت از آن اوست، نفع و ضرر در دست اوست، تنها و تنها اینها مال خداونده. خب شما الان مقایسه کنید مشرکان امام تراش و امثالشون در بقیه مذاهب شرکی، همه این صفات خاص خداوندی رو به بت‌های بشری خودشون به نام‌های متعدد میدن. یکی میشه سه خدایی، یکی میشه شاگردش در اسلام میشه 12 خدایی و 14 خدایی، و بعضی ها شدن بی نهایت خدایی بر حسب شیخ و مریدش. قرآن همه اینها را ذکر میکنه، نه اینکه مذاهب الهیات مثلا لاهوتی رو یا فلسفی رو که همش هم منفی بافیه بیاد اینها رو مشخص کنه، بلکه تأیید پیامدهای این حقایق از توحید ولایت که ولایت از آن خداونده، توجه فقط به سوی خداوند باشه، استسلام و تسلیم شدن فقط از آن خداوند باشه، عبودیت فقط از آن خداوند باشه، و اینکه ولایت توجه نمود و مظهر استسلام و عبودیت خداونده. ولذا به پیغمبرش دستور میده که کسی که ولایت غیر خدا رو میگیره، کسی دیگر رو به جای خدا ولی قرار میده، به شدت انکار کنه. بعد دلیل میاره که این استنکار و این انکار مبناش بر چیه؟ بر این که رزق و روزی رو خدا میده، با یطعم و ولا یطعم، روزی رو خدا میرسونه، امام روزی میرسونه. اگه امام روزی میرسونه چرا خودش روزی میخورد؟ چرا خودش حقوق میگیره؟ چرا خودش کار میکرد؟ چرا خودش سرچاه میره؟ آخه این روزی، اگه کسی که روزی دیگران برسونه، مثلا بالاترین امام علیه، خب اگه روزی میرسونه چرا میره سرچاه کار میکرد مثل بقیه بشر؟ و پس پیامد این اینه که اولا غیر از خدا ولی نگیرید، بلکه روزی دهنده خداونده، کس دیگه روزی نمیده، دیگران روزی داده میشن. و دومی که تولی غیر خداوند، ولایت غیر خداوند شرک مطلقه، این که به جای خدا کس دیگه رو قرار بدید، از اون روزی بخواهید، از اون شفا بخواهید، از اون نمیدونم نیازهاتو بخواهی، شرک مطلقه. ولذا اینجا برای نشون دادن حقیقت الوهیت خداوند میاد با روش های متعدد بر قلب انسان تأثیر میذاره. اول اینکه ملکیت کامل از آن خداونده، کل ملکیت این کائنات از آن خداونده. دومی که خداوند روزی میده و به روزی نیازی نداره، دیگران به روزی نیاز دارن. و بعد از اون عذاب خدا را در معرض نمایش میذاره که مجرد صرف این عذاب، مجرد این که انسان گرفتار این عذاب نباشه، خودش یه فوز بزرگه، یک رستگاری بزرگه.
این که تنها خداونده که میتونه ضرر نفع برسونه، این که برتری و استعلا و جبروت از آن خداونده، این که حکمت و خبیر بودن تنها از آن خداونده. هم ولذا پیغمبر همیشه میگه قول قول، بگو بگو، همه این بگوها رو میگه تا تاثیر زیادتری بذاره. آخرش میگه که مواظب باشید، شرک نورزید، توحید خدا را به جا بیارید. قل ای شیء اکبر شهادتا، چه چیزی برات بزرگترین شهادت؟ قل الله، الله، قل لا اشهد، قل، همش قل داره میگه. قل انما هو اله واحد، بگو خداوند یکیه، روزی دهنده یکیه. همه اینها قلب انسان رو به لرزه در میاره. و خداوند مالک زمین و آسمانه، صاحب الزمان خداونده. کلمه صاحب الزمان به بت موهومی به نام امام زمان کفر مطلقه. بترسید از خداوند، دینتون رو اصلاح کنید. قل من ما فی السماوات والارض، بگو از آنچه آسمان ها در آنچه در آسمان ها و زمین هست مالکیه. قل لله، بگو از آن خداونده. همه چی کتب، لیکن کتب علی نفسه الرحمه، لیکن بر خودش رحمت فرض کرده، مهربانی فرض کرده. لیجمعنکم الی یوم القیامه، تا روز قیامت همه تون رو جمع میکنه. لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اونهایی که خود را باختند و زیانکار شدند اونها ایمان نمیارن. اول اومد مشخص کرد، بعد راه رو جدا کرد. بعد به رسول اکرم میفرماد که در مواجهه با در رو در روی و مواجهه با مشرکین، اونهایی که میدونستند که خالق خداونده، لیکن کسانی را دیگر را با خدا شریک میکردند، اصل خدا را قبول داشتند، مثل مشرکان امام تراش امروزی خدا رو قبول دارن، لیکن کارهای خدایی رو از بشرهای مرده میخوان. مشکلشون اینجاست. ولذا میگه به مشرکان بگو که ملکیت آسمان ها خداوند خلقشون کرده. ملکیت شما کیه؟ همه اون چه در آسمان و زمینه، اونا میگن از آن خداوند. مشرکان امروزی بعضی از اونا جلو زدن، میگه نه، ملکیت از آن امامه، امام که تصرف میکنه. ولذا جاهلیت دوم بخصوص در لباس مدیان تشیع شدیدتر از جاهلیت اوله. ما فی السماوات والارض، آن چه در آسمان ها و زمینه. در این مشرکان اولیه، جاهلیت اولیه، در این مجادله نمی کردن. قل من ما فی السماوات والارض، از آن چه در آسمان ها و زمینه از آن کیه؟ قل لله، از آن خداونده. اعراب جاهلیت با تمام انحرافی که در عقیده داشتن، از بعضی از ملحدان امروز باز جاهلیتشون کمتر بود. نگفتن که بت‌هاشون بر کم تصرف میکنن یا نه این خدایی نیست، طور که جاهلیت جدید این حرفا رو میزنه که در واقع هم فطرتشون تعطیل کردن و از جاهلیت اون زمان هم دیدشون کمتره. اونا قبول داشتن که خدایی هست، ملکیت آسمان و زمین از آن خداونده، لیکن نتایج منطقی اینو نمیپذیرفتند. اینکه حاکمیت از آن خداونده، اینکه ولایت از آن خداونده، اینکه قدرت از آن خداونده، اینکه هیچ کاری بدون اذن خداوند نمیشه. ولذا قرآن اونها رو مشرک میگه، زندگیشون و حیاتشون حیات جاهلی مینامه. چطور کسانی که امروز کل ولایت را، کل ولایت خدا را بدن به اشخاصی که خود امام کرده اند، به زور، به بچه‌ای که اصلا به دنیا نیومده، به نام امام زمانی، بچه قنداقی، ولایت زمین و زمان رو بدن؟ از این شرک بالاتر؟ ورزا شرک مدعیان تشیع از شرک اولی عمیق‌تره. ورزا چون کسی که مقتضای ولایت خدا را قبول نداشته باشه، قرآن گاهی اونو کافر مینامه، گاهی ظالم مینامه، گاهی فاسق مینامه. و مالک اصلی خداونده، هیچ منازعی نداره. لیکن بنا به فضل خودش، بنا به لطف خودش،
بر خودش رحمت را و مهربانی را با اراده خودش، با مشیت خودش، هیچ کسی را قادر نیست که بر او چیزی پیشنهاد کنه، او را به چیزی وادار کنه، لیکن بنابر رحمت خودش اینو بر خودش فرض کرده، بلکه اون فعال ارادهش آزاده. رحمت و مهربانی رو، لطف رو بر خودش نوشته و این رحمت اساس آفرینش مخلوقاته، اساس تعاملش با اونها در دنیا و آخرته. این از پایه های اصلی در اندیشه اسلامی است. یعنی رحمت بر بندگان، رحمت بر انسانها، رحمت بر حیوانها، رحمت بر این هستی اساسه. حتی در مصیبتهایی که برشون میفرسته، در ابتلاعاتی که برشون انجام میده که گاهی مظاهران ضرر میبینیم، اساس بر رحمته، اساس بر علاجه، اساس بر مهربانیه. چرا مبتلاشون میکنه؟ برای که گروهی را، برگزیدگان را، بهتران را با این ابتلا، با این درد و رنج ها، با این مصیبت ها به حمل امانت آماده تر کنه، آماده کنه که حامل امانت باشن. شما دیدید هر کسی هر آهنی رو ببینه بندازه تو کوره بسوزونه؟ نه خیر، لیکن طلا رو میگدازند برای که خالصش خالصتر بشه. کسانی رو که بخواد مبتلا بکنه، بعد از که اخلاصشون، تجردشون، عرفانشون، معرفتشون، استعدادشون از راه ابتلا، از راه امتحان مشخص میشه، لیمیز الخبیث من الطیب، تا خوب از بد جدا کنه. لیعلم من یتبع الرسول و من ینقلب علی عقبیه، تا بدونه، ظاهر کنه کسانی را که از رسول پیروی میکنن یا کسی که بازگشت میکنن، مرتد میشن، به جای رسالت امامت میتراشن، با دین بازی میکنن. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تا هر که میخواد هلاک بشه از بابا ینه، میخواد زنده بمونه بابا ینه. در تمام این ابتلاعات امتحانات اساس بر رحمت، مظاهر، مظهر، پایه همش بر رحمت خدا مانده. اگر بخواهیم پیگیر رحمت های خداوند باشیم، عمرها طول میکشه، نسلها طول میکشه، در هر لحظه ای نیست که مگر که انسان غرق در نعمت ها و در رحمت خداونده. لیکن اینجا ما رحمت خدا را در ابتلاعات مثال میزنیم، برای که اینجا شاید بعضی ها گمراه بشن، اونه که حکمت ها رو ندونن. و کتب علی نفسه الرحمه، خدا من میفرماید که من بر خودم رحمت رو نوشتم، رحمت رو بر خودم فرض کردم. در جای دیگه نوشته اومده کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش رحمت رو واجب کرده، مهربانی رو واجب کرده. اونی که اینجا باعث تأمل باید بشه که چطور خالق مطلق، مالک مطلق، دارای ولایت مطلقه که برتر از همه بندگانشه، بیاد فضل کنه، منت کنه، رحمت بر بندگان رو بر خودش فرض کنه، بر خودش بنویسه و اینو برای خودش یک عهد، یک عهدنامه قرار بده، اونم به اراده آزاد خودش که هیچ قید و بندی در ارادهش نیست. این خودش یک رحمته. سانی که اینو تدبر بکنه، بفهمه، تأمل کنه، این خودش یک رحمته. و بعدم بیاد به مردم خبر بده که من چون رحمتی رو بر خود نوشتم، این فصل دیگریه. و الا بندگان کی هستن؟ از چی درست شدن؟ از کجا اومدن بیرون؟ یک قطره گندیده درست شدن، از عورت به عورت دوباره اینجا اومدن. لیکن اراده خداوند در ملأ اعلی است که به رسولش فرمان بده که به بندگانم این چنین بگو
این خودش فضل بزرگیه، چون این تأملاتی قلب انسان رو در دهشت میندازه و در این حال با خدای خودش انس میگیره، که به قول اهل علم تعبیر این کلمات از فضل خداوند بر بشر ممکن نیست، لیکن قلب انسان میتونه این رحمت ها رو بچشه و این لطف خداوند، مهربانی خداوند در اندیشه اسلامی یک عقیده اساسی در تصور الوهیت خداونده، اینکه ارتباطش با بندگانش بر اساس رحمته و این تصور بسیار زیبا و آرامش دهنده و ودود و لطیفیه. ولی انسان تعجب میکنه اون کسانی را که افکار بچگانه دارن و پیغمبری رو فرزند خدا میدونن و اندیشه اسلامی رو در این مورد مقصر میدونن که چرا اساس بر محبت نمیبره، که چرا قائل به فرزندی پیغمبری بر خداوند نیست. این تصورات و کلیسا بعد از اینکه تحریف شده به وجود آورده. اندیشه صحیح توحیدی از این اندیشه های بچگانه کودکانه خیلی بالاتره، و چون این ارتباط محکم و با محبتی را بین انسان و بین بندگان خداوند، بین خداوند و بندگانش برقرار میکنه تا حدی که کلمات قدرت تعبیر اونو نداره، لیکن قلب انسانی اونو میتونه درک کنه و بچشه. و رحمت خداوند بر همه بندگانش، بر همه مخلوقاتش شامله و وجودشون، زندگانیشون، هر لحظه از لحظات وجودشون، همه این کائنات بر اساس رحمت خداوند وجود داره. اولین نمود این رحمت در وجود خود بشره. از کجا درست شدن؟ همه من شما میدونیم. این که چنین وجودی من شما داده، چنین فضیلت هایی من شما انسان ها داده که بر بسیاری از عالمیان برتری داریم، این که چطور بسیاری از این کائنات رو بر من شما مسخر کرده، نیروهای این کائنات رو، رزق و روزی من شما چطوری میرسونه، این همه شامل، این همه دلیل بر رحمت خداونده که در هر لحظه از لحظاتی که من شما زندگی میکنیم رحمت و لطف و محبت خداوند ما را فرا گرفته. همچنین تجلی رحمت خداوند در اینه که به انسان قدرت آموزش داده، به انسان یاد داده. در ابتدا انسان طوری خلق کرده، یک موهبت هایی بهش داده، یک استعداد هایی داده و در این کائنات هم همه چیز با او همگونه و علمی را که علم پرستان امروز ازش حرف میزنن که به انسان یاد داده خداوند، و این در واقع رزق به معنای شاملشه، به معنای عمومیشه. و اینکه خداوند این مخلوقو بعد از اینکه اونو به زمین آورده، خلافت زمین رو بهش داده، دوباره مظهر رحمت و نعمتهای خداونده، بخصوص اینکه برشون قاصد میفرسته، برای هدایتشون پیغمبر میفرسته. هر موقع که فراموش میکنن، شیطان به فراموشیشون میندازه، گمراه میشن، حلم خداوند، لطف خداوند اونها رو فرا میگیره، در توبه رو باز گذاشته. اگر صدای وجدانش رو نشنید، صدای دعوتگران رو نشنید، صدای پیغمبران رو نشنید، شیطان گمراهش کرد، خداوند میتونه در هر لحظه گرفتارش کنه، لیکن خداوند بهش مهلت میده، حلم خداوند شاملش میشه. علم و حلم خداوند، نه سوپرمن های کارتونی که به نام امام و بزرگ و درویش و قلندر و بقیه بت های بشری درست کردن،
حلم و نعمتهای خداوند در این تجلی میشه که انسان اسای ادب میکنه در مقابل خداوند، با جهالتی که داره گرفتار گناه میشه، لیکن خداوند بر خودش رحمت رو نوشته، در توبه رو باز کرده، اونها رو میبخشه. هر که توبه کرد خداوند میبخشدش. از نمود رحمت خداوند و نعمتهای خداوند این که بدی رو به یکی تو مجازات میکنه، نیکی که به 10 تاست و از عفو مضاعف تا 700 تا، بدی ها با عمل نیک پاک میشن. اینا همه فضل خداونده. با این حال هیچ کسی با عمل خودش نمیتونه وارد بهشت بشه مگر اینکه رحمت خداوند شاملش بشه. حتی رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام میفرماید که من هم به عمل خودم وارد بهشت نمیشم، بلکه به فضل و رحمت خداوند. شیعه امام تراش چی میگه؟ نخیر، همه چی دست علیه، حتی پیغمبر با اجازه علی میره. این بازی های خبیثی است که این باند های فراموسری روباهیت ماده تشیع در اسلام ایجاد کرده اند. رسول اکرم چون از هر کسی خداشناسیش کامل تره، توحیدش کامل تره، خدا رو میشناسه، ولذا میفرماد که من به فضل خدا بهش داخل بهش میشم، نه به عمل خودم. ولذا شایسته‌ترین چیز اینه که انسان تسلیم دربار خدا بشه، به عمل خودش مغرور نشه. در یک لحظه که خداوند باب رحمت شو بر قلب مؤمن باز کنه، انسان به خداوند اتصال پیدا کنه، او رو بشناسه، آرامش پیدا کنه، در سایش آرام بگیره، نیروی بشری از تعبیر چنین لحظه ای عاجزه. ببین که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم چگونه رحمت خدا را مثال میزنه تا اینکه اونو به دلهای مؤمنان نزدیکتر کنه. بخاری و مسلم با اسنادشون از ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمود که لما قضى الله الخلق، در پیش مسلم لما خلق الله الخلق، وقتی که خداوند مخلوقات و آفرید، کتب فی کتاب فهو عنده فوق العرش، در کتابی که پیش خودش در فوق عرش هستش نوشت که ان رحمتی سبقت غضبی. در پیش بخاری ان رحمتی غلبت غضبی، رحمت من بر خشمم سبقت گرفته، مهربانیم بر غضبم غلبش پیدا کرده، غالب شده. دوباره بخاری و مسلم با اسنادشون از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که پیامبر اکرم فرمود جعل الله رحمت 100 جزء، خداوند رحمت را، مهربانی را 100 جزء قرار داده. بشنوید ای روباهان خونریز، نود و نه پاره رو پیش خود نگه داشته و در زمین یک پاره رو، یک جزء فرستاده. به وسیله این جزء که همه خلائق به همدیگه مهربانی میکنن، حتی حیوانی که پاشو بر میداره تا بچهش سومش رو بچهش نزنه، این از همون یک رحمتی است که خداوند در بین مخلوقات تقسیم کرده. 99ش پیش خودش. تازه امام مسلم نیشابوری، خداوند نیشابور را از عقاید شرکی در آورد و به عقیده توحیدی امام مسلم بازگرداند، از حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه که ایران را خداوند به عقیده توحیدی سلمان فارسی بگرداند،
و شرک مجوسیت صفوی بیرون بیارد، فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم فرمودند که خداوند صد رحمت داره، از اونها یک رحمت هست که مخلوقات بین خودشون تراحم میکنند، مهربانی میکنند و 99ش رو 99 رحمتش رو روز قیامت نگه داشته. خداوند ما و شما رو شامل رحمت خودش قرار بده. دوباره در روایت دیگر، خداوند ان الله تعالی خلق یوم خلق السماوات والارض 100 رحمه، روزی که آسمان ها و زمین در فرهنگ قرآنی یعنی کائنات خلق نمود، 100 رحمت خلق کرد. هر رحمتی ما بین آسمان ها و زمینه، یک دانشو روی زمین گذاشت. به وسیله این یک رحمته که مادر به فرزندش رحم میکنه و حیوانات وحشی به هم دیگه، و وقتی که روز قیامت فرا برسه خداوند با اون رحمت هایی که پیش خودش نگه داشته اونا رو کامل میکنه. این مثال هایی که خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میزنه برای اینه که مردم رحمت خدا رو تصور بکنن. که چطور مادران به فرزندانشون رحمت میکنن، پدران به فرزندانشون، نزدیکان و خیشان، همه اینها به خاطر اون یک رحمتی است که خداوند در میان من شما تقسیم کرده. و همیشه هم اصحابش را با این لطف و با این نرمش و با این مهربانی تذکر میداد. از عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه روایته که میگه که اسیرانی پیش پیامبر آورده شدند. زنی در میان اون اسیران بود و دید یه بچه ایه در میان اسیران. اون زن اون بچه را گرفت، اونو به سینه خودش میذاشت، سعی میکرد که اونو شیر بده. بچه مال خودش نیست، هی پریشان اینور اونور برای بچه مهربانی میکنه. پیامبر فرمود که اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، آیا این زن رو میبینید؟ این زن بچه شو در آتش میندازه؟ قلنا لا والله و هی تقدر الله تتراهو، اگه بتونه نه این کار رو نمی کنه. فرمود که خداوند به بندگانش از این زن به بچهش مهربان تره. چطور نه؟ برای که این زن با همون یک رحمتیه که بچهش رو مهربانی میکنه، به فیض اون یک رحمتی خداوند در میان مردم منتشر کرده. دوباره خب تا اینجا من توقف کنم. این موضوع انشالله در جلسه دیگه اگه خدا خواست ادامه میدم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. مولانا خیر شاهی و دفاعیاتش از عمر رضی الله عنه. میگن چرا اینقدر عمر میزنی؟ چرا همش از عمر میگی؟
بگم به خدا قسم قصد نداشتم بگم، الان تو ذهنم اومد، شایدم صلاح نباشه. من امسال راهی حج بیت الله بودم، میخواستم برم به خانه نشانه رفتن یک تیرانداز. چی؟ تک تیرانداز ها به امام زمان. بله. آقای محمد احمد، بعد از کلیپ هایی که شما میفرستید بوداره، مواظب باش. دنگ و پنگا چیه؟ پرده آخر. بله بفرمایید. دجال این دلیل رو داریم، مثلا تو روایت دجال آمده است که دجال یه الاغی مثلا سواره که یه پاش اینور دنیاست یه پاش اونور دنیاست. دشمنان مهدویت خیلی دارن خودشون رو مجهز میکنن دیگه. بالاخره امروز کمتر کسی هستش که این اخبار و اطلاعات به گوشش نرسیده باشه. من همین چندی قبل آجاقا داشتم بررسی میکردم و یه مطالعه در حد بذات مزجات خودمون، یعنی کسانی اخبار و اطلاعات داره نشون میده که حتی اینا اومدن در رابطه با کعبه که محل ظهور حضرت حجت هست، اون ساختمون ابراج. ببینید چطوری با چه دروغهایی مردم رو سرگرم میکنن؟ بیت رو ساختن و خیلی بسیار متول میلیاردها دلار هزینه کردن که دوربین هایی رو اونجا قرار بدن و حضرت وقتی ظهور کردن تکبیر اندازها رو اونجا مسلط بکنن و حضرت رو نشانه بگیرن. یعنی واقعا اینا تو اخبار خودشون داره مطرح میشه و گفته. آقا دروغ نگو، اخبار خودشون کجا؟ شما دارید مغشویی میکنی برای مردم ایران. همه دینتون اینطوریه، با دروغ اخبار خودشون میگن میشه. مثل روایت های خودشون همیشه منطقشون همینه. شب و روزگار خوش. بله، تقدیر انداز آقا، تقدیر انداز آقا، چی میگی؟ همراهان و علائم ظهور امام زمان، بت زمان. چرا همه دنگ و فنگ؟ پرده آخر. بله. بزن پرده آخر خوندی. ما یه اربابی داریم. چون اربابمون میاد به اتفاق اون ارباب همچنان حالتون رو بگیرم تا به تاره سر بشن. امام زمان نمیاد که امامت کند بر یک عده مال مردم خور حقواز شیطون دروغگو، پلید دامن، پلید چشم، ظالم، ستمگر، جبار. پیغمبر امام لطف الهیه بر مردم مؤمن میآید. ما باید مؤمن باشیم. از لحاظ به هم ریختگی الان هم داره به هم ریختگیش بیشتر میشه. هر روز که جلو میرید به هم ریخته تر میشه. الان زمین پر از ظلم و جوره که ما اینقدر به قول ما باید بچزه، بگریه، بناله، بزاره تا امام زمان بیایه. شب و روزگار خوش. بله، شب و روزگار خوش آقا. اگه از همه این کلیپ ها کسی عبرت نگیره خیلی تو خوابه، خیلی از مرحله پرته. یک چیز در زندگی مسلمان ها فراموش شده و همون چیزی که فراموش شده اونها رو ذلیل کرده، دشمن رو وادار کرده که در اونها تمام بکنه و اون هم ترک جهاده.
مثل که شخصی داره کلی چیز میکنه اینجا، یک شخصی به نام محمد احمد که از امروز من ایشونو بلوک میکنم. این داره با سوء نیت میفرسته و یک بله اطلاعات دیگه never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it. خب پرده آخر چرا دخترها باید 9 ساله نماز بخونن؟ پسرها 15 ساله؟ دخترها از 12 سالگی تا 52 12 تا 52 میشه 40 سال. دخترها تو این 40 سال یه چهارم 40 سال نمیتونن نماز بخونن، محرومن از نماز ماهی چند روزی. خب خدا نمیخواد دختر محروم بشه، گفته دختر منم 10 سال از نماز محرومی، 6 سال زودتر پسرها نماز شروع کن. اون 9 سالگی تو، اون 15 سالگی تو، 4 سال هم زنها عمرشون بیش از مرد هست، مربوط به ایران هم نیستان، در کل کشور جهان داره عمر زن میانگین 4 سال بیشتره. آدم قبرستوی که میره زنها سر قبر شوهر نمیشستن. پس خانم شما 6 سال زودتر مرد نماز شروع کن، 4 سال هم میانگین بعد از شوهر هستی، 4 سال و 6 سال 10 سال جبران اون. چرا اگر کسی مرد رو کش 100 تا شطور، زن رو کش 50 تا شطور؟ میگه خونه مرد رنگین تره خانم، به نفع توه. اگر کسی منو بکشه پول 100 تا شطور میزده تو کیف خانم من. ولی که چرا خاموش شد؟ چیکارش کردی آقا؟ هیچ چرا خاموش شد من نمیدونم. بله وقت پرده آخر نباید خورده بشه. خب خانم قربانی پرسیدن که آیا یک دختر مسلمان شیعه میتونه با یه زرتشتی غیر مسلمان ازدواج کنه؟ مرد مسلمان اگر بخواد ازدواج کند با خانم غیر مسلمان، فقط میتواند با خانم زرتشتی یهودی مسیحی، یعنی با خانمی که اهل کتابه، فقط میتونه ازدواج کنه، اونم ازدواج موقت. ازدواج موقت؟ عجب، این دیگه چه مسخره‌ایه؟ اما برعکس که این سواله که خانم مسلمان میخواد با شوهر غیر مسلمان ازدواج کنه، به هیچ عنوانی جایز نیست. به هیچ عنوانی یعنی چی؟ یعنی میخواد شوهر بودایی باشه، میخواد هندو باشه، میخواد نه اهل کتاب باشه، زرتشتیه، مسیحیه، یهودیه، یعنی خدا رو قبول داره، موحده، اهل کتاب آسمانی هم هست. خانم مسلمان
چه بخواهد شوهرش غیر مسلمان باشه، چه ازدواج موقت باشه، چه دائم باشه، چه اهل کتاب باشه، چه غیر اهل کتاب باشه، نه چنین چیزی امکان پذیر نیست. اقتصاد بی زحمت در مورد احزاب سکولار و دموکرات و سوسیالیستی که سالهاست کردستان را دچار قومگرایی کرده و باعث ایجاد جو چی؟ مردم نسبت به طاغوتیان ضد دینانی چون بارزانی جرار طالبانی اوجان قاشنرو شده صحبت کرده تا به امید خدا مردم آگاه شوند. تنها به حکم خدا چنگ بزن، نه این احزاب که انسانها را خدا میکنند. در همین روزها مامسا کرکار رهند را آزاد شد. درخواست دارم که اگر واسه ایشان همچنان مامسا ابراهام فتاحی که ایشان هم در نور هستند به برنامه دعوت می تا به توجه واقعی ایشان استمارات کردنشین روشن ده فعلا که اینا شرایطشون اجازه نمیده که تلویزیون بیان و اسکایپ را فعال کن. چشم، از این لحظه اسکایپ هم فعاله. و خیلی متشکرم این که تذکر دارید آقای سعید. الان بریم سراغ واتساپ. ربا در بانکداری باعث شده امام زمان ظهور نکند. آقا ظهور نکنه، این قاتل مجرم ظهور کنه چی میشه؟ مثل نمایندگان به نام خودش و منتظر تا یک روز شرایطی ایجاد بشه را برگرده. مهدی نمی آید، شاید این جمعه بیاید، شاید. مگه جای رفته که بیاد؟ مگه جای رفته که بیاد؟ جای رفته چیه؟ اصلا به توالد نشته. جای رفته چیه؟ چگونه حضرت منتظر منتظر؟ میخوام به این سوال پاسخ بدم. حضرت چگونه منتظر منتظر؟ شد یک نفر بیاد بپرسه اصلا توی حکومت دینی بانک چه کار میکنه؟ بانک در یک حکومت دینی چه جایگاهی داره؟ کی میتونید این سوال پاسخ بدید که بپرسید بانک کی به وجود اومد؟ بانک چجوری به وجود اومد؟ بانک رو یهود به وجود اومد. یهود در تلمودش داره که ربا دادن بین یهود حرامه، ولی یهود میتونه بیرون از یهود ربا بده. اساس و فرمول و دکترین شکلگیری بانک نهادی است که میخواد ربا بده اما بیرون یهود. هر کسی از راه رسید گفت این اسلامیه، بدونید نه سواد فقهی داره نه سواد علمی و مدرن در مورد بانک. آقا این مسخره چیه؟ شما رباویش نکن میشه اسلامی؟ بر اساس شرکتای اسلامی کار کن میشه اسلامی؟ کدوم بانک داری اسلامی؟ تو خبر نداری کدوم بانک داری اسلامی؟ برای که خودت خبر نداری، یا این دلالت بر جهلت میکنه؟ این دفعه در دیدار با خبرگان رهبری بعد ماه رمضان خود همین مقام معظم رهبری نفرمود به خبرگان که برید بنشینید یه فکر کنید برای این قضیه بانکداری بدون ربا. همونجا اشاره داشت که آقا جان به این آقایانی که از قم آمدن میگم که برید
بنشینید در قم یک درس خارج بگذارید، یعنی مسئلهشو ندارید. وقتی میفرماد برید یک درس خارجی بگذارید، اینو روشن کنید، یعنی چه که در موردش چی نمیدونه. آقا بعد از 35 سال، بعد از 37 سال هیچی نمیدونه دیگه، هرگز نخواهد دونست. ظهور یعنی کسی که الان تردید کنه به این که در 30 سال گذشته نگین معماری در جامعه ما و شهرسازی ما شده ساختمون بانک. نقدینگی رو از دست مردم بیست در صدا جریان لیبرال در کشور ما در و دست چند مردم و هر شهر و روستایی برید زیباتری ساختمون که درست کرده بانک. چراندولوژی این آقا رقص صوفیان در کجا؟ کاش که اینم می نوشید در کجا؟ نه که باز نمیشه. آقای ابو اسماء سلام بر شما، بفرمایید. سلام بخیر قربان. شب شما بخیر، بفرمایید. شب اسکای باز نیست. بله بله. خدا به دست برادران، به داد برادران شهر رسد برای این آخونده. الله ایدی شب آقای قزوینی نشون دادی آقای ملا عزاده برادران شما چطور قبول میکنی. این الان چیزی برایشون نمونده، دینشون باطله، میخوان مردم مشغول کن به این امام زمان. این خانمی که ازدواج کرده در تهران نمیدانم بچه دار شده. من توصیه میکنم برد خانم اگر خودش نمیتونه بیاد پیش شما، شما برو جفا نکن، ولی مواظب باشین برادران شیعه، خانم ها به خصوص. هر وقتی آخوندی آمد گفت من امام زمان عکس برداری ازش بکن، اینا حق بازن. والله ای آقای ملا در عراق این حق باز ها همین به اسم این امام زمان، امام زمان 36 خانم در شهر عماره عراق این آقا چیز کرد، سیخه کرد و کش شد. آقای سیستانی شکایت کردن پیش، چیکارش کرد؟ اعدامش کرد، گذاشتش برای شهر دیگر. ای آقای به چپون داغی یک کمی با غیرت باش، 1400 ساله. آقا بیا صدا میاد؟ بله بله صدا واضحه. آقا به چپون داغی امام زمان عزیز، چقدر اینقدر ترسو هستی؟ ظهور کن آخر مرد، آخه چرا اینقدر شهید بشه؟ مردم تمنا میکنه بچه های سوریه خودشان به شهادت میرن تا برن بهشت، شما چرا نمیخوای برید بهشت؟ والله در جنگ بد بود فکر کنم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت الان هر کسی همین در این جنگ شهید بشه بهشتی است. یکی از صحابه خرما دستش خاص بخورد، این حرفو زد، خرما پر کرد رفت شهید شد. شما چرا انقدر بی‌غیرت هستی؟ ظهور کن. خدا حافظ. خدا حافظ شما بشه. چند دقیقه اجازه بدید باز میگردم انشاءالله. اولین چیزی که باسه هدایت من شد به یقین کلام الهی تو بود.
آیا الله برای بندش کافی نیست؟